سلام دوستان و عزیزان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با هم یه حلیم خوشمزه درست کنیم، بی نهایت خوشمزه. برای حلیممون احتیاج داریم به گندم خرد شده و خیس شده، برای گندم دارچین، فلفل و نمک و کره و گوشت 300 گرم گوشتمون رو همراه پیاز، زردچوبه و نمک جداگونه میپزیم. الان برای گوشت رو توی قابلمه میریزیم همراه پیاز و زردچوبه و نمک. اینو میذاریم کاملا بپزه، کامل که پخت. گوشت رو کاملا میکوبیم و البته دوستان یه دو تا تیکه کوچیک چوبه دارچینم به این مواد گوشتیمون اضافه کنیم. میریم با هم اینو بذاریم بپزه و گندممون رو جداگانه بپزیم. خب الان گوشتمون رو که زردچوبه و نمک و پیاز رو بهش اضافه کردیم، یه چند تا تیکه چوب دارچینم اضافه میکنیم، درش رو میذاریم که کاملا بپزه. برای گندم هم من آبش رو گذاشتم جوش بیاد، چون آبش مقدار بیشتره یکم جوش بیاد. گندم رو بهش اضافه میکنیم، درش رو نیم میذاریم و گندممون کاملا له له بشه. منتظر میمونیم این دوتا گندم و گوش پخته بشه، بعد میام با هم دیگه ادامه کار رو انجام میدیم. خب دوستان ببینید گندم ما کاملا پخته شده و لعاب انداخته. الان این گندم رو میتونیم هم تو مخلوط کن بریزیم، هم با گوشت برقی، هم توی اتو صافی رد کنیم، یعنی هر کدوم که در دسترستون باشه. الان من با گوشت برقی این رو کاملا له میکنم و بقیه مواد رو بهش بزنم. الان بهش کرش رو اضافه میکنیم، نمک، فلفل و دارچینش رو و آب گوشت رو میذاریم کاملا همه مواد به خورده هم بده بره و جار. این آشحلیمو بعضی دوست دارن با شکر بخورن، بعضی ها با نمک، بسته به ذائقه خودتون میشه اون رو سرو کرد. منتظر میمونیم تا این مواد کاملا جا بیفته. آب گوشت که به مواد اضافه کردیم، خود گوشتم میام کاملا میکوبیم، یعنی کاملا باید له له بشه، بعد به مواد در حال جا افتادن اون اضافه میکنیم. خب دوستان ببینید مواد کاملا هم ترکیب شده. من این گوشت پخته شده رو که آبش رو به مواد اضافه کردم کاملا با گوشت رو کوبیدم که له له بشه، بعد گوشت رو به مواد اضافه میکنیم که همه با هم مزه دار بشه. حالا عطر آش کاملا بلند شده، فقط باید منتظر بمونیم که آشمون جا بشه. خب دوستان ببینید آشمون کاملا، آش حلیممون کاملا جا افتاده و آماده سرو. امیدوارم درست کنید، از طعمش لذت ببرید. نوش جون همگی.